اداره بهداشت شهر مقدس کربلا از اجرای طرح بهداشتی ویژه زیارت شعبانی خبر داد. صباح الموسوی رئیس اداره بهداشت شهر مقدس کربلا امروز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر گفت در ابتدای این هفته طرح ویژه خدمات بهداشتی به زائران میلیونی زیارت شعبانی آغاز شده است. وی در ادامه افزود در قالب این طرح 101 دستگاه آمبولانس در اماکن داخل شهر و خارج از آن در ورودی های شهر مقدس کربلا مستقر شد و ضمن ارائه خدمات درمانی به خدمت رسانی به زائران اقدام ورزند. الموسوی در ادامه افزود همچنین 8 بیمارستان دولتی و 1 کلینیک پزشکی در مرکز سید زینب سلام الله علیها ویژه جراحی های تخصصی در راستای این طرح به زائران خدمت رسانی خواهند کرد. منابع امنیتی عراقی امروز جزئیات طرح ویژه مراسم نیمه شعبان در این کشور را اعلام کردند. سردار علی الهاشمی، فرمانده عملیات شهر مقدس کربلا، ضمن اعلام این مطلب در کنفرانسی خبری گفت: برای اجرای این طرح امنیتی، هماهنگی‌های لازم میان چندین دستگاه امنیتی و نظامی انجام شده تا به بهترین نحو ممکن اجرا شود. از سوی دیگر قیس المحمداوی معاون فرمانده ستاد عملیات مشترک عراق جزئیات طرح ویژه مراسم نیمه شعبان در عراق را نیز اعلام کرد. المحمداوی در حاشیه سفر به کربلا به همراه عبدالامیر رشید یارالله رئیس ستاد کل ارتش عراق گفت هدف از سفر به کربلا اطلاع از طرح نیمه شعبان است و آمادگی بالایی برای اجرای این طرح وجود دارد. معاون فرمانده ستاد عملیات مشترک عراق بیان کرد هشت شعبی از آمادگی بالایی از لحاظ رزمی، فنی، اداری و لوجستیکی برای مدیریت این مراسم برخوردار است. المحمداوی تاکید کرد اوضاع به شکل روان و عادی طبق برنامه ریزی پیش می رود و هیچ گونه مسدودی مسیر وجود ندارد. وی افزود این طرح شامل تأمین آسایش برای زائران و انتقال آنها به نزدیکترین مکان و تأمین روان بودن تردد و تأمین امنیت آنهاست. المحمداوی از عراقی ها خواست با واحدهای امنیتی همکاری کنند. حوثی های یمن مدعی شدند که یک کشتی باری اسرائیلی به نام MSC سیلورا در خلیج عدن در نزدیکی ورودی دریای سرخ با تعدادی موشک هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی ارتش حوثی های یمن جزئیات بیشتری از این حملات را ارائه نکرده اما طی بیانیه این روز گذشته گفت که این گروه همچنین از هواپیماهای بدون سرنشین برای هدف قرار دادن تعدادی از کشتی های جنگی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در دریای سرخ و دریای عرب استفاده کرده است. شایان ذکر است حوثی ها که پرجمعیت ترین مناطق یمن را کنترل می کنند به کشتی هایی که روابط تجاری با آمریکا، بریتانیا و اسرائیل دارند حمله کردند. در پایان گفتنی است حوثی های یمن قول دادند تا زمانی که نیروهای اسرائیلی جنگ خود را در غزه متوقف نکنند به هدف قرار دادن کشتی های مرتبط با اسرائیل در همبستگی با فلسطینی ها ادامه دهند. آمریکا قطعنامه پیشنهادی الجزایر برای آتش بس فوری در جنگ اسرائیل و غزه را وتو کرد. گفتنی است این سومین باری است که پیشنهاد آتش بس در غزه از سوی آمریکا رد شده است. از 15 عضو شورای امنیت 13 عضو آن را رأی مثبت دادند و بریتانیا به این قطعنامه رأی ممتنع داد. ایالات متحده آمریکا گفته بود که این قطعنامه را وتو می‌کند. شایان ذکر است این قطعنامه پایان دادن به نقض قوانین بین المللی، آوارگی غیر نظامیان فلسطینی و آزادی همه گروگان‌ها را پیشنهاد کرده است. در همین حال، آمریکا قطعنامه‌ای را پیشنهاد کرده است که در آن آتش بس موقت مطرح شده و آن را مشروط به زمان مناسب و آزادی همه گروگان‌ها کرده است. پلیس استانبول 6 نفر را به ظن جاسوسی از اویغورها برای دستگاه جاسوسی چین بازداشت کرده است.
به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از خبرگزاری آناتولی، روز گذشته دادستان‌های استانبول 7 نفر را شناسایی کردند که گمان می‌رود در حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد افراد مهم و برجسته از جامعه اویغور و برخی انجمن‌های مرتبط با آنها در ترکیه هستند. گفتنی است تخمین زده می‌شود که حدود 50,000 اویغور در ترکیه زندگی می‌کنند. این اقلیت مذهبی و قومی در ایالت سینکیانگ از سوی حکومت چین به اتهام اسلام‌گرایی و جدایی طلبی سرکوب می‌شود. شایان ذکر است این در حالی است که ترک‌ها پیوندهای قومی، مذهبی و زبانی نزدیکی با اویغورها دارند که مردمی عمدتاً مسلمان و ترک تبارند. روز گذشته وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق از کشف بخش‌هایی از بقایای ساختمان‌ها و تعدادی یافته‌های مختلف که قدمت آنها به اواخر دوران ساسانی و اوایل اسلام می‌رسد خبر داد. در بیانیه‌ای که از سوی این وزارتخانه منتشر شده چنین آمده است: در بخشی از شهر نجف بقایای بناها و تعدادی یافته‌های مختلف متعلق به اواخر دوران ساسانی و اوایل اسلام کشف شده که نشان دهنده امتداد دوره شهر الهیر است. سهیل التمیمی، رئیس کمیته کاوش باستانشناسی، توضیح داد که کشف‌های انجام شده شامل بطری‌های شیشه‌ای و کوزه‌های سفالی هستند.